برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقام های حج عربستان سعودی سهمیه حج آینده هر کشور را 1 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت آن کشور اعلام و تأکید کردند که اتباع کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس امکان ثبت نام از داخل عربستان را ندارند. در همین حال عمرو المداح معاون وزیر خدمات حج و عمره عربستان با تأکید مجدد بر رفع محدودیت‌های قبلی برای حج امسال گفت دیگر خبری از شروط واکسیناسیون ضد کرونا و سقف سنی حجاج مطرح نیست. هر سال روز جهانی مذهب در سومین یکشنبه ماه ژانویه جشن گرفته می شود که این مناسبت یادآور لزوم هماهنگی و تفاهم بین ادیان و نظام‌های اعتقادی است. اگرچه روز جهانی مذهب باید موجب تقویت مذاهب در سراسر جهان شود، اما اقدام‌های صورت گرفته در برخی کشورهای مدعی دموکراسی و آزادی‌های دینی و مذهبی در جهان در عمل موجب شده تا ترس از مذهب در جهان گسترش پیدا کند. گفتنی است اولین مراسم رسمی روز جهانی مذهب در سال 1950 میلادی برگزار شد و در همین سال این روز به عنوان روز جهانی مذهب شناخته شد. نشریه اکسپرس نوشته است بیماری قلبی در بریتانیا همه سال جان حدود 160 هزار نفر را می‌گیرد. در حالی که هنوز و همچنان پیشگیری بهتر از درمان است، ولی با این حال تحقیقات جدید نشان می‌دهد که درمان بیماری‌های قلبی تنها و تنها نیازمند استاتین‌ها، داروهای کاهنده کلسترول خون نیست و برخی از انواع بیماری‌های قلبی را با کمک یک مکمل دارویی نیز می‌توان درمان کرد. بر اساس یک تحقیق که نتایجش در ژورنال قلب اروپا منتشر شده، این محصول قادر است علائم بیماری قلبی را در برخی از بیماران درمان کرده و حتی به طور چشمگیری معکوس کند.